بار لانه داشت، نه بیگانه جایی در این خانه داشت. از آن روز دشمن به ما چیره گشت، که ما را روان و خرد تیره گشت. از آن روز این خانه ویرانه شد، که ناناورش مرد بیگانه شد. چون آکس به درکت خدایی کند، کشاورز باید گدایی کند. اگر مایه زندگی بندگیست، دو صد بار مردن به ها زندگیست. بیا تا بکوشیم و جنگ آوریم، برون سر از این بار ننگ آوریم. اگر مایه زندگی بندگیست، دو صد بار مردن به ها زندگیست. بیا تا بکوشیم و جنگ آوریم، برون سر از این بار ننگ آوریم. بله، کار زیبایی از آقای شهریار و خانم شکیلا بانوی آواز ایران. ضمن سفرهایی که آقای احمدی نژاد به دوره شهرها می کند، در اردبیل امروز یک سخنرانی خیلی جالبی کرده است. این رئیس جمهور پریشان احوال که دائما هلوژن میبینه و همه نور به دور سرش میاد و امام زمان میاد بهش میگه چه بکن و دیگری میاد بهش میگه که برو اسرائیل سنگ بنداز. راستی یعنی به اسرائیل رفت سنگ ننداخت. خیلی قرار بود سنگ بندازه، گفته بود یا سنگی بندازم که اونطوری باشه و اینطوری باشه. اما از طرف دیگه دولت اسرائیل گفته بود که اگر اعراب سنگ میندازن داستان دیگری است، ولی اگر احمدی نژاد سنگ بندازه پاسخ خواهیم داد. احتمالاً از ترس همون پاسخ آقای احمدی نژاد از سنگ انداختن فدوری جست و سنگی به جایی ننداخت. همون سنگی که به طرف مردم ایران پرتاب کرده به اندازه کافی کافیه. احمدی نژاد امروز در اردبیل گفته که نخندین لطفاً، تنها یک روز پس از تأکید شرکت نفتی توتال در مورد توقف داد و ستدهای نفتی با ایران، محمود احمدی نژاد در جمع مردم اردبیل مدعی شد که پس از تولید بنزین در ایران و ارائه آن به سایر کشورها، اکنون غربی ها در خلیج فارس پشت صف ایستادند تا به ایران بنزین خود را به قیمت پایین بفروشند. در خواب بیند پنبه دانه. آقای احمدی نژاد روز یک شنبه در چارچوب دور سوم سفرهای کاری که نداره، چون تهرانم بمونه حرف زیاد میزنه و چون هم پریشان احواله و هم هلوژن داره، دائما دور این شهرها میچرخه. دور سوم سفرهای استانی خود به اردبیل سفر کرد و در سخنانی در جمع مردم این استان اعلام کرد جمهوری اسلامی نه تنها بنزین تولید کرده، بلکه بخش اعظمی از آن را به سایر کشورها نیز داده است. آقا محمود نمیدونه که در دنیا شما مثلا اگر که فرض کنیم به دو تا قاچاقچی به یه لب مرز افغانستان دو تا حلب بنزین بفروشن، یا در مرز عراق معامله ای انجام بشه که من معتقدم هرگز انجام نمیشه، چون عراقی ها تولید نفتشون و بنزینشون به قدری زیاد شده که میدارن میشن مقام دوم و در ماه سپتامبر مقام دوم رو در اوپک داشتن، و جمهوری اسلامی بلافاصله بعد از این خبر که عراقی ها رده دوم رو گرفتن بلافاصله اعلام کردن نه، ما در ماه سپتامبر 550,000 بشکه در روز اضافه در می آوردیم، هنوز تو محاسباتمون نیومد، هنوز ما دومیم. همینجوری دروغ ها رو پشت همدیگه اعلام میکنن، دروغ ها رو میگن، کسی هم که نیست در هم از نزد شب هم که کنار همدیگه میشینن تقیه کردن. در اسلام آقای احمدی نژاد دروغ گفتن آزاده، اینه که سنی ها و شیعه ها رو دروغگو و مرتد میدونن، به همین کارها و همین رفتار هاست.
که چگونه روی مسلمانان شیعه حساب میکنن، چون هر چی دهنشون میاد این سران قوم شیعه در جهان میگن. و آقای احمدی نژاد حالا بعد از اینکه اعلام کرد ما اضافه بنزینمون رو به کشورهای دیگه دادیم، که البته اگر ما اضافه بنزین داشتیم آقای احمدی نژاد قیمت بنزین اینقدر نبود. زیاد طولی نکشید از روزی که شما سر حکومت اومدین، نزدیک 31-32 سال پیش بنزین در اون کشور لیتری 4 ریال بود، 4 ریال که بچه های جوانتر و کوچکترها هرگز نمیتونن اینو تصور کنن که بنزین 4 ریالی یعنی چی. سراسر بنزینی که در یه باک بنزین ماشین میزدی مثلا 7-8 تومانی تک تومانی بیشتر نمیشد. شما که اون وقت دوچرخه سوار میشدین به گفته خودتون، لااقل از اونایی که اتومبیل داشتن بپرسین بنزین لیتری 4 ریال یعنی چی. اگر شما اینقدر بنزین تولید میکنید الان بیاین نگاه کنین به چه قیمت بنزین اینجاست. بزرگترین که صادر کننده نفت جهان نمیتونه بنزین داخلیشو تأمین بکنه. و اگر راست میگید، اگر راست میگید که 100% نمیگید، قبلا چرا تولید نمیکردید و پول کشور را سرازیر جیب دیگران میکردید؟ پس جز دروغگویی و شارلاتانی و حق بازی چیزی در چنته ندارید. آقای احمدی نژاد در سفری که به لبنان کرده بود، شیخ نصرالله که طبق مقام همیشگی بعد از سال 2006 تا حالا در سوراخ بود، تنها جایی که از شیخ نصرالله خبری پیدا شد بعد از اینکه سفر به پایان رسید، این یک عکسی منتشر شد که شیخ نصرالله در سفارت جمهوری اسلامی در بیروت بوده و در اینجا با احمدی نژاد ملاقات کرده و یک تفنگی رو به احمدی نژاد داده که این تفنگ تفنگیه که گفته در جنگ 2006 از سربازان اسرائیلی به غنیمت گرفتیم. به گفته رادیو فرانسه و مقامات اسرائیلی و مقاماتی که مسائل جنگی رو بررسی میکنن، گفتن که این تفنگ از سال 1372 در ارتش اسرائیل مصرف نمیشه، یعنی این تفنگ از رده خارجه. این تفنگ جزء وسایلی بوده که ارتش اسرائیل در 31 سال پیش به ارتش لبنان در جنوب لبنان تحویل داده است و همکنون ارتش لبنان نیز این تفنگ را مصرف نمی کند. یعنی حتی جمهوری اسلامی در موقعی که یه عکسی رو منتشر میکنه که با یه تروریستی به نام شیخ نصرالله در حال ملاقاته، در اونجا هم از دروغ گفتن دست بر نمیدارن. هیچ اشکالی نداشت که میگفتن شیخ نصرالله یک تفنگ ساخت اسرائیل رو به احمدی نژاد داده، ولی وقتی که میان میگن این تفنگ مال سال 2006 و در جنگ سال 2006 حزب الله و اسرائیل به دست مقامات حزب اللهی افتاده، اون وقتی که معلوم میشه اینا تا کجا در جهان دروغگوئن. جوری که فرادی و فرانسه اعلام میکنه که این یک دروغ بزرگه و این تفنگ طبق عکسی که هست و نشانه ای که داره تفنگی است که در 30 سال پیش به ارتش لبنان داده شده بوده. این هم از دروغهای آقای احمدی نژاد. همین منابع میافزایند که به احتمال زیاد تفنگ هدیه شده به احمدی نژاد جزء سلاحهایی بوده است که ارتش اسرائیل در دهه 70 میلادی به متحد آن زمان خود یعنی به ارتش جنوب لبنان تحویل داده است. ارتش جنوب لبنان یا جنبش لبنان جنوبی نیروهای شبه نظامی بود که طی اشغال جنوب لبنان توسط اسرائیل با نیروهای این کشور همکاری می‌کردند. این ارتش در سال 1976 تشکیل شد و ترکیبی بود از مسیحیان در روزیها شیعه های لبنان که هدف اصلی آن خلاص کردن جنوب لبنان از دست فلسطینی ها بوده است. و بدین ترتیب ارتش جنوب لبنان برای مبارزه با سازمان آزادی بخش فلسطین عملا توسط اسرائیل و متحدانش به وجود آمده بود. این هم دروغ دیگری بود از آقای احمدی نژاد. و اما در ایران، پادگان لرستان در هفته گذشته منفجر میشه. پادگان لرستان انفجار در یک مراکز لرستان در غرب ایران به گفته جمهوری اسلامی تعدادی کشته به جا گذاشته.
فرمانده پادگان و نیروهای نظامی پاسدار در منطقه لرستان اعلام کرد که این در اثر آتش سوزی علفهای روی سطح زمین بوده است که به یک عذر بدتر از گناه، یک دروغی که معلوم نیست باید قسم و باور کرد یا دم خروس رو تبدیل شده. دلیلش هم خیلی واضحه، دلیلش اینه که اونهایی که حتی به سربازی رفتند در همین حد از مسائل نظامی اطلاع دارن، میدونن که مهمات رو در سطح‌های زمینی نمیذارن که منفجر بشه. مهمات در فاصله های عمیق‌تری انبار میشه که اگر اتفاق این رو افتاد از بین نره. پادگان لرستان انبار مهماتش منفجر میشه به هر دلیلی که بوده، که به احتمال زیاد انفجار عمدی بوده، چیزی نزدیک 18 نفر کشته و چیزی نزدیک 100 نفر زخمی به جا میذاره. تقریبا تمام کشور با یک چنین شرایطی مواجهه. لرستان پادگانش منفجر میشه. در اصفهان یکی از کارمندان سازمان اتمی رو میدزدن بلوچی ها، در بلوچستان به سران سپاه رو ترور میکنن، در سنندج اتفاقی که میفته در وسط شهر به یکدیگر تیراندازی میکنن، در مهاباد در روز رژه جمهوری اسلامی بمب گذاری میشه و خلاصه این امنیتی که جمهوری اسلامی علی رغم همه کشتارها که در تاریخ چند صد ساله اخیر ایران هیچ کس به هیچ دلیلی این همه مردم کشور رو این گونه نکشته که جمهوری اسلامی در این 30 ساله از بین برده، زیرا که جمهوری اسلامی همون جوری که رهبرش روح الله خمینی گفت انقلاب خون می‌خواهد. این خون فرقی نمی‌کند مال چه کسی باشد. برای برپایی و برای برجایی جمهوری اسلامی باید خون مردم ریخته شود و ریختن خون مردم یکی از عوامل اصلی و یکی از نشانه‌های اصلی پایداری رژیم جمهوری اسلامی است. در گزارشی رو در از روز رسانه‌های خارجی در مورد پادگان لرستان، پادگان منفجر شده لرستان می‌بینیم که در این گزارش اطلاع میده که تعداد کشته شدگان و زخمی‌ها چگونه بوده است. تا لحظات دیگر این گزارش رو دوباره براتون نشان خواهیم داد و بهتون میگیم که چه میگذره. از سوی دیگه در داخل کشور دادستانی و وزیر اطلاعات، وزیر امنیت، هرچی که اسمش خودشون رو میذارن، اعلام کردن که دو نفر از رو در آلمانی رو در تبریز دستگیر کردن. این دو نفر آلمانی که به عنوان خبرنگار در ایران بودن، جمهوری اسلامی اعلام میکنه که اینها خبرنگار نیستن. برای جمهوری اسلامی این مسئله بسیار 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 عادی است. دوست خود من در که یک ایرانی است البته، در به تهران رفته بود برای دیدن پدر مادرش و در این داستان چندین سال قبل، بعد به اون در یکی خیابون ورود ممنوع وارد میشه، پلیس اون رو میگیره یا پاسدار اون رو میگیره و به اون میگن که آقا ورود ممنوعه. این آقا میگه آقا ببخشید من از امریکا اومدم، حواسم نیست، تازه داشتم رانندگی میکردم. آقای پلیس یا پاسدار به ایشون میگه که آقا شما امریکا زندگی میکنی؟ میگه بله. میگه پاسپورت داری؟ میگه نه من گرین کارت دارم. میگه ببینم. میگه وقتی تا ایشون گرین کارتشو به این آقا نشون میده، آقای پاسدار یه دونه چاقو از جیبش در میاره، این کارت گرین کارت ایشونو پاره میکنه، میریزه دور، میگه که حالا نداری، حالا جریمتو بده. خب اگر این داستان ها و این قصه ها برای یکایک که ما شنیده شده و بازگو شده و همه ما این رو شنیدیم، حالا کارت خبرنگاری یک خبرنگار هم که دیگه زیاد مسئله ای نیست. آقا کارت خبرنگاری داری؟ بله. حالا دیگه نداری. آقا کاغذ دولت داری؟ بله. حالا دیگه نداری. به همین دلیل این دو نفر رو گرفتن، زندان کردن. سندیکای خبرنگاران آلمانی اعلام کرده که این دو نفر که در ایران زندانی شدند، یکیشون خبرنگار و دیگریشون عکاس هست، اینا ریپورترن، اینا خبر تهیه میکنن، ولی جمهوری اسلامی میگوید اینها بدون دو شهروند معمولی هستند که زیر عنوان خبرنگاری جاسوسی میکردن. این جمهوری اسلامی از صبح تا شب داره جاسوس میگیره، خارجی ها رو میگیره، داخلی ها رو میگیره. اصلا نمیدونم، این حتی از زمان جنگ سردم بیشتر شده همینجوری جاسوس.
جاسوس میره چی رو از ایران بگیره، چی رو میخوان بگیرن. صحبت های آقای احمدی نژاد و خامنه ای رو که با استراق سم گوش میکنن، رفت و آمدش هم که با ستلایت و هواپیماهای بدون سرنشین کنترل میکنن، هر کجا هم که اینا دست به تلفن میزنن در حال شنودن. چی رو میخوان جاسوسی کنن؟ چی دارن؟ دزدی های سپاه و یا حق و حساب های پسر آقای خامنه ای رو یا کسافتکاری های سران رژیم و تریاکشی ها و اون برنامه ها، اونا رو که اینا کار ندارن که کی به کی تجاوز میکنه چیز میکنه. باقیه چیز هارم که میدونن. این جاسوس ها رو واسه چی میگیرن 24 ساعته و خودشون رو سرگرم میکنن؟ من نمیفهمم. کسی هم فکر نکنم جز خودشونم نمیفهمن. وزیر امور خارجه آلمان پس از دیدار با منوچهر متکی در بروکسل در این باره به خبرنگار گفته است یک بار دیگر خواسته فوری خود را مبنی بر لزوم آزادی هرچه زودتر دو شهروند آلمانی و بازگشت آنها به کشورمان به وزیر خارجه ایران اطلاع دادم. وی همچنین افزود من تصور میکنم منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران نیز با این مسئله را شخصا دنبال خواهد کرد. در این میان غلام حسین محسنی ارجعی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز در روز جمعه درباره سرنوشت دو شهروند بازداشت شده آلمانی گفته است این دو تبعه با روادید توریستی در تبریز حضور یافتند و بدون مدرک از نام خبرنگاری سوء استفاده کردند و با خانواده سکینه آشتیانی ارتباط برقرار کردند. وین همچنین ادعا کرد دو آلمانی بازداشت شده به کار خلافشان اذعان و اعلام کردند استفاده از عنوان جعلی خبرنگاری کار خلافی بوده است. آقای ارجعی جزو باند آقای احمدی نژاد، سخنگوی قوه قضاییه هرچه میخواهد میتواند بگوید، فرق زیادی نمی کند. اعترافات زیاد دروغی ما از جمهوری اسلامی دیده ایم. و اما دبیر کل پیشین حزب الله لبنان هجوم وحشیانه، قتل و زندانی کردن مردم ایران را نشانه یک اسلام سالم ندانست. آقای شیخ صبحی تفیلی، دبیر کل پیشین و از بنیانگذاران حزب الله لبنان، معتقد است کاری که اکنون در ایران با علمای بیت العلم و مراجع می شود در زمان حکومت شاه هم به وقوع نپیوست و میگوید من مطمئن هستم طریقی که حکومت ایران در پیش گرفته است سرنوشت مصیبت باری در پی خواهد داشت. این را آقای شیخ صبحی تفیلی، دبیر کل پیشین و بنیانگذار حزب الله میگوید، این را حزب مشروطه ایران نمیگوید. ایشان میگه که کاری که اکنون در ایران با علما و بیت العلم و مراجع میشود در زمان حکومت شاه هم به وقوع نپیوست و مطمئن هستم طریقی که ایران در پیش گرفته سرنوشت مصیبت باری را در بر خواهد داشت. این عضو مقاومت اسلامی لبنان همچنین خاطر نشان کرد من از رهبری ایران میخواهم که نصیحتش میکنم که کمی با سیاستهای خود در مقابل مردم بیندیشد و عواقب سیاستهایش را ببیند. شیخ صبحی از بنیانگذاران حزب الله و مقاومت اسلامی در لبنان بود و نخستین دبیر کل این حزب لبنانی به شمار می رود که به دلیل اختلافاتش در دهه 60 با رهبران جمهوری اسلامی از رهبری حزب الله کنار رفت. او به بهانه سفر احمدی نژاد به لبنان گفتگویی با خبرنگار روزنامه ابو الوفا انجام داده است که این مصاحبه را با او با این روزنامه کرده. میگوید که همانطور که و خلاصه ایشون میگه نخست باید بگویم وقایعی که پس از انتخابات رئیس جمهوری در ایران شاهد آن بودیم بسیار برای من تکان دهنده بود، به ویژه آنکه هنوز مدت زیادی از سقوط رژیم شاه نگذشته است و خاطرات جنایات در جمهوری اسلامی در از آن نقش بسته است. خبرهای زیادی رو داریم، اما قبل از اینکه خبرهای دیگه‌ای رو به اطلاعتون برسونم، خانم احمدی نژاد، زن آقای احمدی نژاد که به تازگی پیدا شده و
گاهی کسی رو نشون میدن به عنوان ایشان، در سفر لبنان همراه آقای رئیس جمهور بود. این شخص احتمالاً میتونین حدس بزنین کدوم یکی زن آقای احمدی نژاد در این عکس، چون یکیش هم زن رئیس جمهور لبنانه و یکیش هم از زن یکی از رؤسای حزب الله است که اونها به چقدر مذهبی هستند و خانم احمدی نژاد یه فقط یه عینک و یه لب و دماغ دیده میشه از ایشون، چیز دیگه ای نیست. بسیار بسیار خوشحالیم که بانوی اول ایران این چنین با این شکل و شمایل نشان داده میشه. از سوی دیگر برای خانم احمدی نژاد به رسم بانوان رئیس جمهورها و ایشان را بردند که از مدارس بازدید کنند و ایشان هم در لبنان از مدارس بازدید کرد و بچه ها پرچم ایران داشتند، به ایشان دست گل دادند. حتی ایشان جرأت نکرد که به آسانی این دست گل را از دست بچه ها بگیرد. و من فکر میکنم گاهی پیش خودم اگر یکی از بچه ها از خانم احمدی نژاد میخواست که پای تخته بنویسه بابا آب داد، چه سرنوشتی دچار بانوی رئیس جمهور میشد. اینم حزب الله لبنان، دختر بچه هایی که چادر را رعایت نکردند حتما حقوقشان کم میشود. در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسه. از اینکه تماشاگر برنامه ما بودید بسیار بسیار متشکرم و به خاطر داشته باشید که در برنامه های حزب مشروطه ایران در روزهای یکشنبه از ساعت 8 تا 9 صبح به طور زنده هر روزه از کانال یک برای شما پخش میشود. کانال های تلویزیونی خود را عوض نکنید. در ادامه برنامه های دیگری رو برایتون ترتیب داده ایم به همراه آقای علی رضا، آقای رضا و دیگر بچه های اتاق فنی. همه شما را به خدای ایران، به خدای عشق، به خدایی که جز عشق و دوستی نمی شناسد می سپارم و به خاطر داشته باشید در راهی که در پیش داریم پیروزی از آن ماست.